بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده كتاب مختصر مفيد برای سرگذشت پیامبر صلى الله عليه وسلم باب دوم ابتداء وحی هنگامی که پیامبر صلى الله عليه وسلم 40 سالگی را پر کردند بر او نور نبوت درخشید از الله سبحانه و تعالی او را در روز دوشنبه با رسالتش اکرام کرد. پیامبری محمد صلی الله علیه و سلم. عایشه رضی الله عنها گفت اولین چیزی که از وحی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم آغاز شد دیدن خوابهای راست بود. هیچ خوابی را نمی دید مگر اینکه مانند دمیدن صبح می آمد. پستر برایش گوشه‌نشینی محبوب گردانیده شد و در غار حرا خلوت میکرد و در آنجا عبادت میکرد و چند شب را در آنجا سپری میکرد. پیش از آن که به پیش اهل خانه خود بیاید برای آن توشه میگرفت. سپس به سوی خدیجه برمیگشت و برای همان قدر شب و روزها توشه میگرفت تا که برایش حق آمد. در حالی که او در غار حرا بود پس ملائکه به نزدش آمد و گفت بخوان. او گفت من خواننده نیستم. فرمود پس مرا گرفت و فشار داد تا آنکه طاقت برداشت من به آخر رسید. سپس مرا رها کرد و گفت بخوان. گفتم من خواننده نیستم. پس مرا گرفت و بار دوم فشار داد تا آنکه طاقت برداشت من به آخر رسید. پس مرا رها کرد و گفت بخوان. من گفتم که خواننده نیستم. پس مرا گرفت و بار سوم فشار داد تا که طاقت برداشت من به آخر رسید. پس مرا رها کرد و گفت بخوان به نام پروردگارت آن که پیدا کرده است. انسان را از خون بسته پیدا کرد. بخوان و پروردگار تو کریم و بزرگتر است. آن که انسان را به قلم تعلیم داد و انسان را تعلیم داد آن چرا که نمی دانست. رسول الله صلی الله علیه و سلم و این کلمه ها برگشت در حالی که دل او می لرزید و به نزد خدیجه در آمد و گفت مرا بپیچید. پس او را پیچانیدند تا آنکه ترس او رفت و به خدیجه گفت و او را از آنچه گذشته بود خبر داد و فرمود هر آینه بر نفس خود ترسیدم. خدیجه به وی گفت نه هرگز اینچنین نخواهد بود. سوگند به الله هرگز تو را الله رسوا نخواهد کرد. زیرا تو به خویشاوندان رفت و آمد میکنی. امانت را ادا میکنی و مشکلات بینوایان را برطرف میکنی و کسب و تجارت میکنی یا فقیران را نفع میرسانی و مهمان را مهمان نوازی میکنی و مردم را در حادثه های طبیعی همکاری میکنی. پس خدیجه پیامبر صلی الله علیه و سلم را به نزد ورقه ابن نوفل ابن اسد ابن عبدالعزا پسر عمه خدیجه بود. او در زمان جاهلیت نصرانی شده بود و با عبرانی می نویست. پس انجیل را به عبرانی آنقدر که الله تعالی خواست می نویست و پیرانسال بود و کور شده بود. خدیجه گفت ای پسر عمه از برادرزاده ات بشنو. ورقه گفت ای برادرزاده من چی چیز رخ داده است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم او را از تمام واقعه خبر داد. ورقه گفت این فرشته است که الله به موسی فرستاده بود. ای کاش من در آن وقت جوان بودم. ای کاش من در آن وقت زنده باشم. هنگامی که تو را قومت از مکه بیرون میکنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت آیا مرا از مکه بیرون میکنند؟ گفت بله. هرگز هیچ کس ناآورده است آنچه را که تو آورده ای مگر اینکه با او دشمنی کرده شده است. اگر در آن روز زنده بودم حتما تو را با تمام نیرویم یاری میدهم. سپس ورقه وفات کرد و وحی باز ایستاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی که من راه می رفتم از سوی آسمان صدای را شنیدم. چشمانم را به سوی آسمان برداشتم. ناگاه فرشته را که در حرا به نزدم آمده بود دیدم که در میان آسمان و زمین در کرسی نشسته است
از او ترسیدم. پس نزد اهل خود آمدم و گفتم مرا بپیچید. پس الله سبحانه و تعالی نازل کرد ای مردی به جامه پیچیده، برخیز و بیم بده. و تو فرمودی الله سبحانه و تعالی که فرمود تو از شرک خود را پاک دار، سوره مدثر. بعد نزول وحی گرم شد و پای در پای آمدن گرفت پیامبری محمد صلی الله علیه و سلم. این یکم خواب راست. ابتدای وحی پیامبر صلی الله علیه و سلم خواب راست بود. عایشه رضی الله عنها گفت هیچ خواب را نمیدید مگر اینکه مانند دمیدن صبح می آمد. دوم، در قلبش انداختن و فرشتگان در قلب پیامبر صلی الله علیه و سلم القا میکردند و فرشته را نمیدید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر آینه جبریل در قلب من دمید و مرا خبر داد. سوم، مانند شدن فرشته. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند گاه ملائکه به صورت مرد می آمد، پس به من سخن میکرد و من یاد میگیرم آنچه را که به من میگوید. در این مرتبه گاه صحابگان رضی الله عنهم ملک را فرشته را می دیدند. چهارم، آواز زنگوله. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند گاه مانند آواز زنگوله می آید که این گونه وحی بر من سخت‌ترین وحی است که می آید و از من قطع کرده می شود و من از آن یاد می گرفتم آنچه را که می گفت. و عایشه رضی الله عنها گفت من رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدم که در روز سرمای سخت بر او وحی می آمد، پس وحی از او قد می شد در حالی که از پیشانی او عرق می ریخت، بلکه شتر او به زمین خواب می رفت وقتی بر آن سوار می بود. پنجم، فرشته به صورت خودش می آمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم ملائکه را در صورتی که آفریده شده بود می دید، پس به او وحی می کرد که آنچه را الله سبحانه و تعالی وحی کردنش را می خواست. این برای او پیامبر صلی الله علیه و سلم دو بار رخ داد، همچنانه که الله سبحانه و تعالی در سوره نجم ذکر کرده است. ششم، وحی از جانب الله سبحانه و تعالی. الله بر پیامبر صلی الله علیه و سلم به واسطه وحی کرد از فرض شدن نماز و غیره، در حالی که او شب معراج در بالای هفتم آسمان بود. هفتم، سخن کردن الله سبحانه و تعالی به پیامبر صلی الله علیه و سلم. وقتی که الله سبحانه و تعالی با او به واسطه فرشته سخن گفت، همان گونه که الله سبحانه و تعالی به موسی علیه السلام سخن گفته بود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.